سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. از واشنگتن همچنان بارانی و سرد با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین مسائل روز، خبرهای روز در عرصه داخلی ایران و آنچه که به ایران و مردم ایران مربوط می شود در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی. در عرصه داخلی پیامدهای حمله زندانبانان و مأموران امنیتی جمهوری فقیه به زندانیان سیاسی در بند 350 اوین همچنان ادامه دارد. واکنش های نسبت به آنچه که محسنی اژه‌ای حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره زندانیان گفته شده است از سوی برخی از وابستگان زندانیان نشان داده شد. آقای محسنی اژه‌ای حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی فقیه گفته است که زندانیان در صدد تولید مشروبات الکلی با استفاده از سهمیه میوه خود بودند. در حاشیه و در کنار این موضوع پیامدهای اقتصادی مرحله دوم یارانه ها در جمهوری فقیه و خبرهای دیگر با من و شما هستند. در نیمه نخست برنامه آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، نویسنده و فعال سیاسی و نیز فعال حقوق بشر، به ویژه در ارتباط با حقوق مردمان نازنین بلوچستان ایران. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای دوشوکی سلام به شما. منم خدمت شما و همکارانتون و بینندگان خوب تلویزیون سلام عرض میکنم. سپاس از شما. آقای دوشوکی عزیز، روند اون چی که درباره حمله به زندان اوین گفته میشه بند 350 داره به شکلی در میاد که گویا این زندانیان هستن، یا اگه چند روز دیگه چنین ادعایی بشه از سوی ماموران یا کارگزاران جمهوری اسلامی چندون تعجب آور نخواهد بود که بگویند زندانیان بودند که با برخورداری از رفاهی که داشتن، همه رقم، حتی مشروبم تولید میکردن، ماهواره که داشتن، کلوب شبانه احتمالا داشتن، این بود که مزاحمت هایی که ایجاد کردن بالاخره سرانجام اونا بودن که حمله کردن به زندانبان ها. چون این روندی رو شما چطور توجیه میکنید؟ حرفای مسئولان جمهوری اسلامی. من قبل از اینکه جواب شما بدم باید بگم که خدا رو شکر که اینا ادعا نکردند که زندانبانان مظلوم جمهوری اسلامی توسط زندانیان مورد حمله قرار گرفتن، چون اینها ید طولانی در متاسفانه دروغگویی دارن. به همین دلیل ما میبینیم که اصولا جمهوری اسلامی با روشنفکر، با فعالان سیاسی، حالا میخواد در زمینهای مختلف باشه، بخصوص فعالان مدنی و حقوق بشری، مخالف هستن و صدای اونها رو میخوان به هر نحوی خفه بکنن. به همین دلیل زندان کردن و حتی شکنجه و در بعضی از موارد نادر مخصوصا در مناطق قومی مثل بلوچستان و غیره حتی اعدام هم صورت میگیره. و اینها جمهوری اسلامی نه تنها این شخصیت های فعال رو زندانی کرده، بلکه حتی حاضر نیست اونها رو در داخل زندان هم به حال خودشون بگذره. به همین دلیل گاهگداری برای چشم زهر گرفتن از بقیه، بخصوص از زندانیان و اونهایی که در خارج از زندان هستند،
حمله میکنند به این زندانیان و به انهای مختلف، اونها رو مورد فشارها قرار میدن و این حرکت جمهوری اسلامی و بعد از اون دروغهای مختلفی که مقامات گوناگون جمهوری اسلامی از جمله رئیس زندان، از جمله وزیر دادگستری معروف جمهوری اسلامی و غیره گفتن، نشون میده که اصولا جمهوری اسلامی هیچ گونه پایبندی به اصول و مقررات خودش و به اون چیزی که ادعا میکنه در مورد راستگویی در رابطه با حقایق نداره. کما اینکه ما دیدیم در طی سنوات گذشته هم بسیاری از زندانیان در زندانها کشته شدن و جمهوری اسلامی هم ادعا کرده که مثلا اینها به مرگ طبیعی مردن یا خودکشی کردن. متاسفانه این واقعه اخیر، یعنی حمله به زندانیان، یک فاجعه بزرگی بود و بقیده من تأسف آورترم اینه که آقای روحانی که قول داده بود قانون مدار باشه و به اصطلاح ضامن اجرای قانون اساسی باشه، متاسفانه در این زمینه سکوت کردن و قرار بود، من نمیدونم، وزارت اطلاعات قرار بود یه اعلامیه‌ای بده که هنوز نداده. به هر حال این بخشی از شیوه نظام هست که شدیدترین حملات رو به فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری در داخل زندان و چه در خارج زندان بکنند. شما یعنی انتظاری که از آقای روحانی دارید که جدا از بدنه حکومت عمل بکنه و جدا از دیگر مسئولان جمهوری اسلامی عمل بکنه با اشاره که به قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتید، بعد چه اساس دیگه هست؟ ببینید، واقعیت اینه که این خانه از پایبست ویران است و میتونیم فقط اینو بگیم که در جمهوری اسلامی هیچ امکان دادخواهی در هیچ زمینه وجود نداره و اصولا این نظامه و این طبیعت این نظامه که این گونه عمل میکنه. در نتیجه بحث و گفتگوی دیگه نخواهیم داشت، اما در چارچوب همین نظام، در چارچوب همین خانه ویران، میتونیم به تجزیه و تحلیل های نسبی بپردازیم. به این صورت که به هر حال آقای روحانی بر اساس یک سری وعده و وعیدهایی که داده بودن به مردم و بخصوص اونهایی که در داخل کشور به امید اصلاح شدن و از بدتر به بعد رفتن، با آقای روحانی رای دادن و بخشی از طرفداران اصلاح طلبا هم رای دادن. اینو هم باید در نظر داشته باشیم که حداقل بخشی از این زندانیان کسایی بودند که هنوزم در دایره اصلاحات دارن فعالیت میکنن و امیدوار هستند که این اصلاحات به نتیجه برسه. در نتیجه از منظر تجزیه و تحلیلی باید در اون چه که در جمهوری اسلامی وجود داره اون رو تجزیه و تحلیل بکنیم و مورد قالب‌الشکافی شکافی قرار بدیم، یا وگرنه ما همه ما میدونیم که اصولا این عمل جمهوری اسلامی یک عمل تازه‌ای نیست. جمهوری اسلامی همیشه این کارا رو کرده. حالا این ضرب و شتم زندانیان و مجروح کردن اونها در مقایسه با اعدام‌های سراسری زندانیان در گذشته قابل مقایسه نیست، در نتیجه کارنامه بسیار سیاه‌تری داره. اما به هر حال ما باید بپردازیم به این حادثه مشخص در این زمان مشخص، هم از منظر زمانی هم از نظر مکانی در زندان اوین و این که چه کسایی اونجا زندان هستن، و هم این منظر که به هر حال آقای روحانی در یک پروسه انتخاباتی، حالا من مطمئن نیستم در مورد اون، ولی به هر حال ظاهرا در یک پروسه انتخاباتی حداکثر رأی رو آوردن و قرار بر این بود که وضع بدتر از دوران احمدی نژاد نشه، اما ما میبینیم که متاسفانه در رابطه با عملکرد قوه قضاییه که خب به هر حال زندانا هم تحت مدیریت اونها هستند، هم اعدامها در ایران بیشتر شده، هم زندان کردن فعالان و حتی بستن روزنامه ها، و این تغییری متاسفانه به وجود نیومده. در نتیجه سوالی که مطرح میشه از دیدگاه اصلاح طلبان یا از دیدگاه اونهایی که رفتن در ایران رای دادن اینه که قرار بود وضع از بدتر بد بشه و یا به عبارتی یه مقداری حداقل فضای سیاسی توسعه پیدا کنه، اوضاع بهتر بشه، اما متاسفانه اوضاع بدتر شده. در این حال که ما می‌دونیم به هر حال این طبیعت جمهوری اسلامی است، اما نکته مهم که من می‌خواستم بهش دوباره تاکید کنم اینه که در چارچوب همین نظام اینها
تلاشی هست بین برخی از دولت مردان که شاید بخوان یک فضای نسبتاً بازتری رو همانند اصلاح طلبان در دوران آقای خاتمی وجود بیارن و نیروهای بسیار افراطی به اصطلاح اصولگرا که هیچ گونه آزادی رو بجز آزادی خودشون بر نمیتابند و منظور از آزادی خودشون این خودشون کاملا خودمختار هستند که مثلا در تهران یک ویدیو بر علیه آقای روحانی درست کنند و 1001 اتهام بهشون وارد کنند یا در شهرهایی مثل زاهدان بر علیه روحانی آقای دوشوکی بس بر سر اینه آقای دوشوکی ببینید بس بر سر اینه که آیا آینده ایران یا وضعیت ایران درگیری بین دو جناح حکومت یعنی اندلزوم آینده مردم ایران کشور ایران از میان یه همچین جدالی هست که روشن میشه گیرم این جدال که بیشتر ریشه های اتفاقا فقهی داره و کمتر بهش پرداخته شده یعنی جدال جناح آقای روحانی یا اصلاح طلب با جناح دیگه ای که هر اسمی افراطی روش گذاشته میشه این ریشهش کجاست؟ درسته که یک مقدار زیادی هم ریشه های اقتصادی داره اما به هر حال ریشهش کجاست؟ آیا همین هست عرصه مربوط به زندگی مردم ایران؟ آینده ایران، کشور ایران؟ آیا سرنوشت ایران همیشه باید همین باشه تا اطلاع ثانوی که اگر انتخاباتی هست بین بد و بدتر مجازی به انتخاب هست و باید خودشو محصور کنه در اینجا از شما میشنمیم به طور مختصر بفهمید بقید من سوال بسیار جالبی است چون واقعیت اینه که در طی این سالها اصولا فضای سیاسی ایران و حتی این فضا رو من میتونم گسترش بدم به اصطلاح به فضای مجازی و حتی فضای رسانه هایی که بخصوص در خارج از کشور هستن رسانه های فارسی زبان تحت سلطه این گفتمان یعنی گفتمان اصلاح طلبی از درون و در تقابل با نیروهای اصولگراه و افراطی مورد تحت تاثیر قرار گرفته و بسیاری از مردم اصولا گزینه سومی رو در مقابل خودشون نمیبینن به همین دلیل بحث بسیاری روی گزینه بین بد و بدتر هست و ما دیدیم که در انتخابات سال گذشته هم این به اصطلاح تفکر و ذهنیتی که در بین مردم وجود داره که در حالتی که گزینه سوم یعنی گزینه عبور از جمهوری اسلامی وجود نداره باید در چارچوب منازعات جمهوری اسلامی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان فعالیت های خودمونو یا حداقل گزینه ها و انتخابات خودمونو تا اونجایی که میتونیم مشخص بکنیم حرف شما کاملا درسته بقیده من خود ماها هم در خارج از کشور در بین اپوزیسیون و نیروهای فعال به نوعی کشیده شدیم یعنی به زور کشیده شدیم وارد این محوطه یا این خلأ سیاه جدال بین دو گروه یا دو جناح جمهوری اسلامی و ناچران وقتی به تجزیه و تحلیل این مسائل میپردازیم خودمون رو محدود میکنیم به این دو گروه به بد و بدتر واقعیت اینه که منم با شما موافقم که اصولا مردم ایران باید از نظر ذهنیت حداقل با توجه به عینیاتی که در جمهوری اسلامی میبینن خودشونو از این دایره بسیار تنگ نظام فراتر ببینن و اصولا در صحبت‌ها و گفتمانی که ما می‌خوایم مطرح بکنیم یک عنصر سوم یعنی عنصری که از جمهوری اسلامی و از این جناح‌های به اصطلاح اصلاح طلب و اصولگرا و اصلا از این سیاست عوام فریبانه جمهوری اسلامی که در طی 18 سال اخیر با این سیاست خیلی عوض می‌خوام عامیانه بگم سفت کن و شل کن یا از طریق اصلاح طلبان یا از طریق اصولگرانی مثل محمود نژاد میخوان مردم رو سرگرم نگه دارن و امیدهای مردم رو به بازی بگیرن واقعیت اینه که جمهوری اسلامی به هر حال نشون داده که در کلیت خودش یک نظام اصلاح پذیری نیست و همواره این تقابل‌ها و این رقابت‌های بین جناحی در جمهوری اسلامی از همون روز اول هم وجود داشته از همون زمانی که رهبر فعلی
رئیس جمهور بود و آقای میر حسین موسوی نخست وزیر بود در همون زمان این مشکل رو داشتن. الان هم بعد از 30 سال میبینیم که همچنان ادامه داره. به همین من با شما موافقم، اینو باید یه مقداری از نظر تحلیلی و کالبد شکافی باید فراتر از اون رفت. آقای دوشوکی عزیز میبخشید، این جنب با صورت میبخشید عزیز. آقای دوشوکی ببینید، یک نکته هست، من فقط طرح سوال میکنم، یک نکته هست، این که گفته میشه در سیاست اخلاقیات چندان نقشی نداره، اما متاسفانه این نکته وقتی به عرصه سیاسی ایران میرسه، به خصوص پس از انقلاب، اون چی که از سیاست باقی میمونه عملکرد سیاسی فقط بی اخلاقی صرف است. فقط بی اخلاقی صرف. ببینید بقیه عوامل و ابزار سیاسی وجود نداره. این بحثی بسیار طولانی است. یعنی اینکه ما میبینیم در یک همچین عرصه ای که تنگ میشه، محدود میشه، کسانی ممکنه نه قطعا دست داشتن در کشتار مردم، در کشتن زندانیان سیاسی، در ده ها مورد دیگه، چندی بعد در همین دایره، چون انتخاب بین بد و بدتر هست، میشن قهرمان و حتی قهرمان ملی، کسانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی و بقیه. اگر چنین نبود، آقای حسن روحانی هم لابد جرأت نمی کرد که بیاد و کسی مثل پور محمدی رو به وزارت بگذاره، یا بقیه کسانی که در کابینه ایشون هستن و به هر حال کمتر از پور محمدی نقشی ندارن، یعنی نقشایی داشتن. ببینید بس بستر این نیستش که، و بعد اخبار مهم عرصه سیاسی ایران میشه چی؟ اینی که هست آقای موسوی یا کروبی پایان گرفت نشد، یا آقای خاتمی حرفی زد در این مورد یا نزد، اینا میشه مسائل سیاسی عمده عرصه داخلی ایران. مردمی که ظاهرا انقلاب کردن، قیام کردن، هر اسمی با هر شکلی بهش بدید، در 57 برای اینکه زندانی سیاسی نداشته باشن، مثلا الان یا علیه ساواک قیام کردن یا هر چی که بود، الان آقای پور محمدی وزیر دادگستری همون مردم. چرا؟ پرسش من این هست آقای دوشوکی عزیز، از شما میشنوید چه راه برون رفتی هست برای اینکه واقعا این اتفاقات تکرار نشه، زندانیان دوباره مورد ضرب و شتم قرار نگیرن که بعد منتظر این باشیم که آقای خاتمی لب میگشایند به لطف چیزی بگن یا نگن؟ چه رأی هست برای اینکه چنین نشه؟ در بقیده من راه کاملا مشخص هست، اما ابزار رسیدن به هدفی که از طریق اون راه ما رو به اون میرسونه مقداری همون گونه که گفتم مشکل هست. الان دو گزینه در مقابل مردم ایران در داخل کشور وجود داره، گزینه اصلاح طلبان که طیفش و اعتدال گرایان و اصلاح طلبان آقای روحانی به اصطلاح نمایندگی میکنه و طیف طرفداران رهبری و اصول گرایان. اما راه چاره بقیده من این دایره باطل بین اصلاح طلبان و اصول گرایان نیست، چون 35 سال از عمر این نظام گذشت و حالا نمیدونم من از کجا ذکر مصیبت رو آغاز کنم در مورد اون چی که این جمهوری اسلامی بر سر این ملت و بر سر این کشور آورده، و دیگه دوران این نظام باید تمام شدنی باشه و مردم نباید خودشونو درگیر این جنگ حیدری نعمتی بین دو گروهی که واقعا در نهایت به نفع نظام خواهد بود، چون برای بسیاری از مردم این امید به وجود میاد که میشه در چارچوب این نظام هم یه حداقل فعالیت‌هایی رو کرد، اما از یک منظر دیگر هم خیلی انتظار دارن از ما که مطلق گرایی نکنیم، واقعیت‌هایی در جمهوری اسلامی وجود داره به تجزیه و تحلیل اونها هم بپردازیم و این کار رو مشکل میکنه. من توضیح خواهم داد چرا. شما به عنوان مثال بسیاری از رسانه های فارسی زبان، رسانه های که توسط دولت های خارجی حمایت میشن، اونها را اگر نگاه کنید که در ایران هم اینها با
به هر حال یه مقداری مخاطب دارند. اینها وقتی به این مسئله میپردازند خودشون رو خلاصه میکنن به جنگ بین اصلاح طلبان و اصولگرایان و هیچ گونه گزینه سومی رو، حالا میخواد این گزینه سوم به صورت علنی و عملی در داخل کشور وجود نداشته باشه، اما حداقل در ذهن بسیاری از مردم وجود داره و مردم معتقدن که باید از جنگ این دو گروه، از نزاهای به ظاهر جدی این گروه واقعا عبور کرد. اما این ابزار دست اونهایی که میخوان این گفتمان رو بست بدن به یک گفتمان فراتر، یعنی گفتمانی که فراتر از جمهوری اسلامی میره، وجود نداره و همان گونه که گفتم این فضا رو این گفتمان بین اصلاح طلبان و اصولگران کاملا اشغال کرده. این یک مشکل اساسی است که ما داریم. اصل مطلب در مورد اینکه چه باید کرد، خب بقیده من در مرحله اول واقعا روشنگری هست، باید روشنگری کرد و اونهایی که در رادیو تلویزیون ها میان صحبت میکنن و به مسائل میپردازن خودشونو کاملا محدود به یک مقوله بسیار کوتاه یا به یک نراتیو خیلی تنگی که جمهوری اسلامی در مقابل مردم ایران گشوده محدود نکنن و فراتر از اون برن. ما باید این کار رو بکنیم، اما این کار من گفتم با توجه به ابزار بسیار محدود و کمی که در اختیار بقیه نیروها وجود داره مشکل هست. حالا توضیح خواهم داد. به عنوان مثال ما اگر در تهران این گروه های اصلاح طلب رو ببینیم، در مناطقی مثل کردستان، ترکمنصحرا، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان، خب مردم واقعا به اون صورت در چهارچوب این نظام نیستن، در نتیجه خودشونو بخشی از منازعه این نظام بین اصلاح طلبان و اصولگرایان نمیبینن. اما در عمل وقتی انتخابات میشه میبینیم که بسیاری از مردم در این مناطق ناچارن وارد این گفتمان بشن و مثلا به نماینده اصولگرایان یا اعتدالگرایان در انتخابات اخیر رأی بدن، چون گزینه سوم در مقابل اونها وجود نداره. نه اینکه الزاماً اونها به این گفتمان اصلاح طلبی ایمان دارن، بلکه ناچارن بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنن. خب بسیاری هم رأی ندادن آقای دوشوکی، بس بسر این نیست. ببینیم در بسیاری هم رأی ندادن، خیلی در خیلی از استانها، حتی در خود تهران هم شما نگاه کنید که مثلا فرض کنید حوزه‌های رأی‌گیری در تهران چقدر بوده. بس این یک مسئله است. ببینید آقای دوشوکی، بس اینی که در همین شرایطی که وجود داره چه باید کرد که زندانی سیاسی حداقل جمهوری اسلامی به پیمان‌نامه های بین المللی که امضا کرده و متعهد هست پایبند باشه. حالا این زندانی هر کی هست، از آقای اکبری هست که از اصلاح طلبا هست و از نزدیکان حکومت، یا برادر ایشون از نزدیکان آقای خزعلی بماند تا بقیه امنیت داشته باشه. رفته در زندان کاظمینی بروجردی رو هر روز یک روز در میون نیارن اونجا بگیرن بزنن. همینطوری در پشت پرده های آهنین سمکو خورشیدی رو محاکمه نکنن و بعد بیارن اعدام کنن زندانی سیاسی کرد رو، یا زندانی سیاسی بلوچ رو، یا اتفاقاتی مثل همین الان سالگرد قتل‌های سیاسی هم هست، اعدام‌های سیاسی هم هست مثل فرزاد کمانگر. چه میشه کرد که حداقل به این چیزا متعهد باشه تا اطلاع ثانوی، تا به گفته شما انتخاب سومی هم به میان این معرکه بیاد. خب تا اطلاع ثانوی دو کار مهم بقیه من میشه انجام داد. از درون کشور نیروهایی که به هر حال آزادی خواه هستن ولی ناچارن خودشونو محدود بکنن در چارچوب همون تنگناهایی که در نظام جمهوری اسلامی وجود داره، اونها بخوان که حداقل حقوق زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی مراعات بشه. این از طریق فشار به دولت و دولت مردانی که همون گفتم قول داده بودند و اصلاح طلبانی که از این دولت حمایت میکنند قابل انجام هست.
در نتیجه در کنار اون فشارهای نیروهای مدنی و نیروهای فعال حقوق بشری در داخل کشور، فشار مستقیم به دولت و فشار مستقیم به اصلاح طلبانی که طرفدار دولت هستند، همان گونه که به عنوان مثال آقای مطهری نماینده مجلس گفته بودند که آقای روحانی باید از خودش یک شجاعت بیشتری نشان بده. در نتیجه مردم اون شعار رأی من کو رو تبدیل بکنن که اون قول و وعده های شما چی شد، یا قول و وعده هایی که دادی کو. این بقیده من باید به عنوان یک کمپین، به عنوان یک فعالیت بسیار وسیع از طرف نیروهای مدنی در داخل در فشار به چون به هر حال دولت باید تکلیف خودش رو مشخص بکنه. من بارها هم گفتم، دیشب هم در یکی از این برنامه ها گفتم که به عنوان مثال در مورد مسائل اقوام بود و اهل سنت و غیره، گفتم وقتی رئیس جمهوری که حالا گذشته از وزیر سنی و معاون وزیر، وقتی رئیس جمهوری که با اکثریت انتخاب میشه حق یا اختیار و اراده یک استاندار رو نداره و نمیتونه داشته باشه، بهش اجازه نمیدن، پس در چارچوب این نظام رأی دادن به یک گروه چه ارزشی و چه اعتباری رو داره؟ همین رو میشه تعمیم داد به اصولا درخواست های بخش های از اصلاح طلبان. اگر یک زندانی در سلول خودش امنیت نداشته باشه و همیشه مورد هجمه و ضرب و شتم نیروهای افراطی و نیروهای سرخودی که حداقل در مورد زندان اوین بسیاری از اینا از بیرون آورده شدن، این امنیت رو نداشته باشه، پس این گفتمان اصلاح طلبی در چارچوب نظام چه معنایی داره؟ این یک. این فشار بعد از داخل بیاد و بخصوص از طرف افرادی مثل ما که در خارج هستم که هیچ گونه ارتباطی از نظر گفتمانی با نظام جمهوری اسلامی نداریم، ولی حداقل یک نوع گفتمان با بخشی از اصلاح طلبان که معتقدند که ما مطلق گرایی و سیاه گرایی میکنیم در خارج از کشور و میشه یک حداقل‌هایی رو در چارچوب این نظام با فشار کسب کرد، خب پس بفرمایید، این شما و اینم گوی و میدان، حداقل به خود به دولتتون که یک دولت اعتدال هست فشار بیارید که آقای روحانی ایستادگی کنن در مقابل فشار اون. در نکته دوم هم مسئله خارجی هست که باید از طریق نهادهای مختلف حقوق بشری به ایران، به جمهوری اسلامی فشار آورد که حداقل حقوق زندانیان رو چه در رابطه با قوانین خودشون چه در رابطه با قوانین بین‌المللی رعایت کنن. یعنی فشار از داخل و فشار بین‌المللی از طریق نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور. متاسفانه در مورد دولت‌ها من یه مقداری ناامید هستم، چه دولت امریکا چه دولت انگلیس. من همین چند روز پیش دیدیم که آقای گس مأمور وزارت خارجه بریتانیا رفتن ایران و هیچ گونه صحبتی هم در مورد حقوق بشر نکردن و دوباره اومدن. قبل از اون هم بعضی از مقامات بریتانیایی که مثل لورد لامونت و جک استرو رفته بودن و حتی افرادی که من میشناختم نماینده های مجلسی که در گروه اونا بودن افراد خیلی چپی بودن، از جمله یکی از نمایندگان لندن که من اینو بارها دیدم میشناسم، آقای جیمز کوربن، ایشون هم وقتی برگشتن اصلا هیچ صحبتی در مورد حقوق بشر نکردن، ولی در مورد نهادهای حقوق بشری میشه این انتظار رو داشت. آقای دوشوکی عزیز، اون هم سیاست خودشون رو پیش میبرن، منافع و مسئله خودشون هست. اما نکته یه اشاره کردید آقای احمدی، آقای روحانی رو اختیار یک استاندار نداره، در خبرها بود که آقای خاتمی، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ولایت فقیه، پدر همسرشون فوت کرده و بعد وقتی رفته مجلس خلب الان در واقع مورد حمله قرار گرفته. حق نداشته در این مجلس بیاد، چرا؟ به این دلال بسیج حمله کرده. همونطور که اشاره کردین دو جناح هست، دو جناح تشکیل دهنده یک حکومت هستن. کلمه گفتمان استفاده کردن، این گفتمان یا این درگیری یا این هر چی که هست بین این دو رو تبدیل به یک مسئله در سطح ملی کردن و راه حل تمام مسائل اینه که اون یکی جنابر اون یکی پیروز بشه، خب طبعا همیشه چشم امید رو هدایت میکنن به سمت یه همچین درگیری. و اینکه در دور بعدی خیلی خوب این بارم آقای احمدی نژاد رو انتخاب میکنیم به عنوان یه غیر روحانی، 8 سال پیش
شاید فرجی بشه چون روحانیت کاری نکرد و بعد 8 سال آقای احمدی نژاد هست، برمیگردیم به طرف روحانیت، اونها شاید کاری بکنن و همون چیزی که بد و بدتر هست. اما یک خبری من دیدم و عکس‌ها و تصاویری آقای دکتر دوشوکی، دریاچه هامون از خشکیدگی بیرون اومد، درسته؟ بله، خوشبختانه. خب به دو دلیل مهم، یکی اینه که یه مقداری آب از هیرمن به سوی دریاچه هامون سرازیر شده و افغان‌ها در نهایت راضی شدن و بیشتر این واقعا کردیت یا اعتبار این کار رو باید به مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان داد، چون ایشون از علما و از مقامات افغانستان درخواست کرده بودند که این حق برادری رو در مورد مردم سیستان و بلوچستان به جای بیارن، که خوشبختانه اونها هم موافقت کردن. این همزمان بود با اون آزادی گروگانها، یعنی نقش مولانا در آزادی گروگانها و به خصوص در تأمین آب رودخانه هیرمن به دریاچه هامون باعث شد که اصولا این شکست جمهوری، شکست دیپلماسی جمهوری اسلامی در سطح منطقه در مورد مسائل مختلف کاملا به وضوح به همه نشون داده بشه و نقش و جایگاه بسیاری از نیروهای مردمی که خارج از دایره حکومت هستند برجسته بشه و این برجستگی نقش مولانا مورد قبول اینا نبود. خوشبختانه این آب یه مقداریش اومده و موضوع علت دوم هم خب یه مقداری بارندگی در شمال استان سیستان و بلوچستان صورت گرفت که هر دو اینها در کنار همدیگه باعث شدن که آب و حیات دوباره به دریاچه هامون برگرده و این بقیده من امر بسیار مبارکی هست و دولت جمهوری اسلامی هم من امیدوارم که به دولت افغانستان فشار بیاره که این جریان آب همچنان ادامه داشته باشه، بخصوص در این فصل گرما و تابستان که مقداری بارش هم کمتر خواهد بود، ولی به هر حال خبر خوبی است. بله، سپاسگزار هستیم. امیدوارم روزی روزگاری به زودی مردمان نازنین بلوچستان همگی صاحب زندگی مرفعی باشند و شایسته مقام خود، مقام انسانی خودشون، بهرمند از درآمدهای ملی کشورشون ایران باشند، درآمدهای ملی ایران، نفت ایران. کودکانی که امروز من دیدم تصاویرشون در آب دریاچه هامون بازی میکردن، برای همه اونا آرزوی خوشبختی دارم و آینده ای روشن. سپاسگزار هستم آقای دکتر دوشوکی عزیز. من هم از شما و همکارانتون سپاسگزارم. در نیمه دوم برنامه آقای وفا آذربهاری با من و شما خواهند بود، روزنامه‌نگار اقتصادی، کارشناس در زمینه مسائل اقتصادی ایران. نگاهی خواهیم داشت در آستانه روز کارگر به مسائل کارگری و نیز پیامدهای یارانه در جمهوری اسلامی. تا لحظاتی دیگر. منو شما هستند در این نیمه برنامه آقای وفا آذربهاری، روزنامه‌نگار با تمرکز بر مسائل اقتصادی. آقای آذربهاری بیشتر در عرصه اقتصادی ایران فعالیت میکنند، نه به عنوان تاجر یا فعال اقتصادی. خیر، منظور من این هستش که اخبار اقتصادی ایران خبری نیست که از نظر آقای وفا آذربهاری کوچکترین خبر اقتصادی مربوط به ایران دور بمونه. روزنامه‌نگار دقیق و همچنین با سابقه‌ای که پیشتر در رسانه‌های مختلف بودند، نوشتاری، تلویزیون از جمله صدای آمریکا و رادیویی. خوشحال هستم که وفای عزیز با من و شما هستند. سلام. سلام بر شما و بینندگان برنامه شما. آقای آذربهاری، از شما میشنویم پیامدهای یارانه ها رو. هر دو طرف نالان هستند، چه دولتیان چه مردم.
پیامد یارانه ها، آنچه که در حال حاضر هم در بازار ایران و مردم ایران مصرف کنندگان قابل لمسه، گرانیست. اشاره صحیحی فرمودیم که عناصر نزدیک به حکومت هم از مسئله یارانه ها به مانند اجرای فاز اول در دولت قبلی ابراز انتقاداتی رو مطرح می کنند. در این حال شما فقط اگر به اظهارات سه‌شنبه آقای روحانی در تلویزیون نکاتی رو که ایشون در مورد کسری که به صورت روزانه، کسری بودجه‌ای که خود هدفمندی یارانه ها باهاش مواجه هستند و اینکه چاره ای نداشتن که بخوان در حقیقت اینجوری فاز دوم رو شروع کنن، موقعی که آدم تکیه کنه متوجه میشه که نواقصی همچنان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هست که همانطور که اشاره کردم گرونی مهمترینشه. امروز گزارش های خبرگزاری های ایران دارن انتشار میدن تأکیدش بر گرانی خودروست. گزارش هایی در چند روز اخیر داشتیم در مورد گرانی نان بدون اینکه به اصطلاح مجوز دولتی داشته باشن برای کلید زدن این گرانی. و بعد این گرانی هایی که در آستانه عید بود، یعنی گرانی سوخت بود و گرانی برق، اینها ارتباطی با مسئله یارانه ها داره آقای آذرباری؟ مسلمه که داره. حداقلش اینه که در مورد مسئله حامل های انرژی و سوخت با چراغ سبز رسمی دولت این اتفاق افتاده که به 700 و 1000 تومان در هر لیتر نرخ بنزین رسیده، با تأکیدی که در حقیقت داره صورت گرفت که برای نمونه دولت اجازه گران کردن نرخ حمل و نقل ماشین های سواری رو نمیده. باز هم گزارش هایی بود که خب گران میشه، حتی محکوم کردن بعضی از رانندگان تاکسی رو که خودسر چنین کاری رو کردن. مسلماً ربط داره به هدفمندی یارانه ها و فضای روانی که در این مورد شکل گرفته. خب میدونیم فردا روز جهانی کارگر هست. در ایران حکومت ولایت یا ولایت فقیه اجازه نداده که راهپیمایی برگزار بشه و گفتن یه جشنای زیر سقف‌های به خصوصی گرفته میشه. روز جهانی کارگر در تمام کشورهای جهان اساسش این هستش که راهپیمایی هست، تجمعات خیابانی هست و اینها رو که حذف کنین دیگه جشن روز کارگری نمیمون. به قول معروف گفت شیر به یال و دم و کوپال کدی. یارانه ها چه تأثیری روی زندگی کارگران داشته یا مسائل کارگری چقدرش ناشی از مسئله یارانه هاست، دادن یا ندادن یارانه؟ یارانه ها تأثیرش بر خانواده های کارگری و بر جامعه کارگری ایران تأثیر مخربی داشته و وضعیت رو بدتر کرده. دلیل بر این نیست که قبلش بهتر بوده. یکی از مهمترین گرفتاری هایی که کارگران دارند این که در تمام سالهای اخیر، دولت قبل هم همینطور بود و این حکایت همچنان ادامه داره، برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزایش نرخ دستمزد پایین‌تر حتی از نرخ رسمی تورمه. نرخ رسمی تورم همانطور که همگان می‌دانیم پایین‌تر حتی از اون نرخی است که کارشناسان مستقل اقتصادی بیان می‌کنند. حتی از نرخ رسمی تورم پایین‌تر، 10% پایین‌تر تعیین شده، هرچند که 603,000 تومان برای آن دسته از کارگرانی که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران میشن هست، ولی با این حال پایین‌تره. با در نظر گرفتن به افزایش قیمت ها که در هدفمند کردن یارانه ها هست، فقط حلقه محاصره رو
تنگ تر کرده به سمت کارگران. من نکته ای رو اشاره میکنم از قول وزیر کار جمهوری اسلامی. ایشون میگن در حقیقت سرافرازی و بی‌نیازی کشور در گروه قدرت اقتصادی کشوره و ما در این مسیر راه پر پیش و خمی را در پیش داریم. این جمله خودش نشان دهنده اینه که لااقل در کوتاه مدت حتی راه نجاتی گویا وجود نداره. حتی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران آقای مهدی، ایشون اعلام میکنن، تاکید میکنن به اینکه فرهنگ کار باید رواج پیدا کنه. البته خودشون میگن اگر این کار رو همین الان هم شروع کنیم معلومه چند دهه دیگر به نتیجه میرسیم. من فکر میکنم همین نکات خودش کافیه به خود عناصر حکومتی حتی به نوعی تصویر میکنن که چقدر وضعیت نابسامانی وجود داره. اشاره کردیم که فردا روز جهانی کارگره، تمام دفاتر مختلف خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در استانهای مختلف کشور روایتهاشون تاکید بر وضعیت بسیار وخیمه. در کرمانشاه که سومین استان از نظر بالا بودن نرخ بیکاری، خانه کارگر کرمانشاه میگه روزانه 20,000 کارگر در حقیقت جویای کار هستند در این استان و برای کارهای موقت هستند. خب راهی هست وفای عزیز که وضعیت کارگران در ایران سامانی بهتر از این پیدا کنه، به کارگران ایران صاحب شغل باشن. ما فراموش نمی کنیم دست کم نسل من که پیش از انقلاب از نظر نیروی کار ایران کمبود داشتن، چه ناچار بود دعوت کنه از دیگر داوطلبان کار از کشورهای دیگه بیان به ایران و می اومدن با حقوقهای بسیار بالا نسبتاً استخدام می شدن، از جمله از همین کره جنوبی که فعلا یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان شده خوشبختانه خودش. من خوشحال میشم هر کشوری که پیشرفت بکنه، به هر حال در همه جای جهان انسان ها دارن زندگی میکنن و از جای دیگه. الان اما وضعیت جوری شده که کارگران که هیچ، جوانان ایرانی به دنبال یک لقمه نان از کره جنوبی هم گذشته از جاهایی سر در میارن که نمیدونم واقعا غم‌انگیز است. آیا راهی وجود داره که جمعیت ایران هم الان گفتن 77 میلیون شده بتونه روزی روزگاری کارگران برخوردار از یک زندگی مرفه باشن؟ یا دست کم برگردن به وضعیت همون قبل از انقلاب که داشتن باید با تأسف بگویم که فکر نمی کنم راهی مجددن لااقل در کوتاه مدت حتی میان مدت وجود داشته باشه. در اخیراً آقای باهنر به عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هستن، خودشون گفتن جمهوری اسلامی ایران الگوی اقتصادی موفقی نتونسته از خودش به وجود بیاره و در حقیقت نهادینش کنه در جامعه. به همون علت با در نظر گرفتن و تاکید به حرف ایشون که به نظر بنده حرف درستی است و واقعی است، کل ساختار اقتصاد تمام دولتی و حکومتی ایران اشکال داره. این اشکالات از زمان دولت موقت آغاز شد و همچنان با وجود دولت تدبیر و امید به اصطلاح ادامه داره. به همون خاطر بسیار سخته مگه اینکه کل ساختار اقتصادی ایران بخواد تغییر کنه، که مسلماً همونجوری که حتی آقای محجوب اشاره کردن که عضو فراکسیون کارگری مجلس هم هستن، این خودش معلوم نیست چند دهه طول میکشه. این که الگو بشه و الگوی اقتصادی برای کشورهای دیگه، این پیشکش به کار روزمرهش اگه بتونه برسه، این حکومت از پس مسئولیتاش بر بیاد مورد پرسشونه که بر نمیاد. خب هر حال اقتصاد به یک معنی میشه گفت اقتصاد ایران الان عملا دو قطبی شده، یک
قطب سرمایه‌دار و پولدار و یک قطب فقیر و فقیرتر و به خاک سیاه نشسته که دیگه اون تحتو. این وسط طبقه متوسط عملا در حال اضمحلال از نظر اقتصادی. توصیف درستی، متاسفانه توصیف درستی، چون در عین حالی که ما از فقر و نابسامانی طبقه محروم و کارگر صحبت می‌کنیم، به تأیید منابع خبری در داخل ایران و حتی برخی از نمایندگان مجلس در اظهاراتشون، اینکه طبقه‌ای که بسیار ثروتمند هستند در ایران، حتی از سال پیش خبرگزاری‌ها عکس‌هایی رو برای مانو دادن خودروهای گران قیمت مثل پورش در صدر تهران این تصاویر رو منتشر کردن و همون خاطر یک اقلیتی هم هست که با وجود تحریم‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی در داخل به صورت بسیار چشمگیری بر ثروتش افزوده شده. خب اینه که می‌فرمایید، تایید می‌کنید، این هستش که گفتم فقیر فقیرتر، خیلی فقیر به خاک سیاه نشسته، بعد خیلی هستی متاسفانه این برم پولدار پولدارتر، خیلی پولدار، بسیار پولدارتر، و دیگه بعد از بسیار بسیار پولدارتر میرسه به مقامات روحانی نه حسن روحانی، به مقامات روحانی، یعنی میشه مثل اونچه که میگن آیت الله خامنه ای بالای 80-90 میلیارد دلار زیر نگین داره، یک قلم در یک بنیاد، و روحانیتی که دست داره در قضایای بابک زنجانی، اینو مقامات فنافلاست در جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، داره کودکان در دروازه قار خرید و فروش میشن، اون زیاد مسئله نیست، ولی فقیه، حکومت فقیه، مسئولان ولایت، لاریجانی ها آسوده بخوابند، کودکان دروازه قار هم خرید و فروش میشن، مسئله نیست برای که. اما نکته اینه، آیا واردات، افزایش واردات در ایران آقای آذرباری عزیز، این یک مقدار هدایت نمی‌کنه روند اقتصادی در ایران رو که تولید دیگه به صرفه نیست، در نتیجه کارخونه‌های تعطیل میشن و در نتیجه تر اینکه کارگران بیکار؟ نظریه درستی است، حتی برخی از فعالین مستقل کارگری این بحث رو مطرح کردن که چنین ایدئالی، یعنی رو آوردن به واردات و نابودی تولید در ایران و ادامه این روند، خواست بخشی از این حکومت یا سپاه پاسداران باشه که اصولا هیچ دردسری سر مشکلات سندیکایی و فعالیت کارگری نداشته باشه. یادمون باشه همونجوری که از دولت آقای احمدی نژاد آغاز شد، در دولت فعلی هم همونجوری که اشاره فرمودیم اجازه تظاهرات رو ندادن و مثل دولت قبل در استادیوم به قول معروف سربسته و سرپوشیده این مراسم صورت میگیره. به همون خاطر این یک واقعیته. حتی دیروز فکر میکنم آخرین نشست هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از خانم افخم هم سوال شد در مورد، خبرنگاران سوال کردن در مورد جنس بنجل، واردات جنس بنجل از چین، که ایشون با زبان دیپلماسی جواب دادن، تایید یا تکذیب نکردن، بخشیش رو به قول معروف دوش به اصطلاح بخش خصوصی در ایران انداختن که کم و بیش وجود نداره، بخشی که به معنی که در غرب تعریف میشه بخش خصوصی، و گفتن روابط سیاسی و دیپلماسی بسیار محکمی تهران با پکن داره، ولی به هر حال نگفتن که جنس بنجلی وارد ایران نمیشه. بنابراین یعنی میشه گفتش که مثلا بازار عملا با فربهتر شدن بازار از طریق واردات بنجل هرچه که هست و از آن، عملا قوی شده اونقدر که به صرفش هست که چنین کنه، و یکی از عوامل اصلی وضعیت بحران کارگری در ایرانه. میشه این برداشت رو داشت؟ بله بله، یعنی چنین هست. بنابراین
بنابراین باز این پرسش مطرح هست آقای آذرباری عزیز وفای گرامی. ببینید شاید هم به صرف همین باشه، یعنی منطق این که مثلا ما یک لیوانی رو در داخل میخوایم تولید کنیم ولی ارزونتر میخوایم از خارج وارد کنیم، چرا نباید بکنیم؟ اون بحث درست که در حقیقت در یک در علم اقتصاد هر چیزی که باید توجیه اقتصادی به اصطلاح داشته باشه این حرف درست، اما با بسیاری از اظهارات و ادعاهایی که حاکمان بر ایران می کنند و دولت‌های مختلف در ایران کردن اصولا چنین حرفی نمی خوره. و حتی یادمون باشه دولت آقای روحانی هم به مانند دولت آقای احمدی نژاد باز سر همین بحث یارانه ها تاکید بر کنترل قیمت ها، یعنی اینکه ما اجازه نمیدیم قیمت ها بره بالا. سبا اینکه اصولا چنین حرفی حرف غلطی است و شما نمیتونید قیمت ها رو کنترل کنید، اگر هم کسی بتواند چنین کاری را بکند مسلما در اقتصاد این امر میتونه صورت بگیره که تولید محور باشه نه واردات محور، و اونم با در نظر گرفتن به اینکه نوسانات ارزی بسیار تاثیرگذار در اقتصادی مثل اقتصاد دولتی و نفتی در ایران، چیزی که پوشیده نیست. الان فعالان در اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع دارن تاکید میکنن و حتی یکی از این آقایون به نام آقای حسینی ایشون دارن اشاره میکنن حتی اگر توافقنامه ژنو پنج نشست ایران با پنج به علاوه یک اگر حتی به توافق برسن دلار تا 3600 و 3700 گران خواهد شد، اگر نرسن 4 تا 5 هزار تومان خواهد شد دلار. به همون خاطر ایشون حتی دارن اینجوری مسئله رو بیانش میکنن که دلار هم مثل هر کالای دیگر گران میشود. به همون خاطر گرفتاری ها آدم از هر منظری که نگاه میکنه چشم انداز روشنی رو نمیبینه. فعالان اقتصادی نزدیک به دولت گفتید در اقتصاد؟ بله. یک نکته هستش آقای آذرباری، این که درسته که واردات ارزونتر هست، شاید لازم نباشه این مواردی رو تولید کرد، این هست، خیلی این نظر دارن، در خیلی از کشورهای دیگه هم همین هست، اما نکته این هستش که در کشورهای دیگه که این منطق پذیرفته میشه و این منطق اقتصادی گفته میشه نیروی کار ما آزاد خواهد شد از تولید دیوانی که میتونیم ارزونتر از خارج وارد کنیم و این نیروی کار رو میبریم به صنایع دیگه ای که داریم و به کارهای دیگه ای. اونجا به صرفه تر تولید بیشتری داریم، از جمله در خود همین آمریکا. یعنی مثلا خب بسیار اجناس بنجل حتی چینی هست وارد میشه و بسیار اجناس با استانداردهای خوب که شرکت‌های آمریکایی رفتن اونجا درست کردن. به هر حال اما نیروی کاری که آزاد شده رفته به طرف صنایع دیگه، صنایع سنگین آمریکا و یا زمینه‌های دیگه. آیا داشتن یک برنامه اقتصادی روشن و کاملا تایید شده کارشناسانه، آیا چنین برنامه‌ای در ایران شما می‌بینید در دولت حسن روحانی؟ غیر از حرفایی که میان می‌زنن وزیر اقتصادشون. آنچرا که شاهد هستیم در ساختار اقتصاد ایران یک سری شعار و در عین حال مطرح کردن مسائل روزمره است و به روزمرگی اصولا اون مملکت شواهد امر نشون میده که کار خودش میگذره. دو گرفتاری که به صورت مشخص ساختار اقتصادی ایران داره، یک بخشیش خارجی است که مقصودم تحریم هاست، یک بخشیش داخلی است. داخلی ریشه در سوء مدیریتی داره که این سوء مدیریت ریشه 35 ساله داره. سپاسگزار هستیم آقای وفا آذرباری عزیز، با سپاس بسیار از شما. با سپاس از شما از دعوتتون برای من این برنامه.
و امیدواریم در برنامه های آینده با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با تبریک و خجستباد پیشا پیش روز جهانی کارگر به همه کارگران گرامی ایران، به کارگران سراسر جهان، به کارگران زندانی ایران پیشا پیش تبریک میگیم، به امید روزی که اونها برخوردار از آزادی و برخوردار از شرایط مناسب کار، برخوردار از حقوق کامل خود باشن، چرا که کارگران سازندگان هستی هر کشوری هستند، از جمله ایران. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال سند و سبلان، کوهساران دراک، آسماری دلهو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.